اعوذ بالله من الشیطان و علیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. امید است که همه ایتان در هر گوشه و هر کنار دنیا که هستید با لباس عافیت تن ببرید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر از تفریح یا از غذای نان چاشت که از وظیفه برآمدم استفاده کردم که شما دوستان و عزیزان را و علیکم سلام یک بار دیگر چند لحظه در خدمت شما باشم. و این بار امروز مسئله هم در رابطه با موضوع صلح افغانستان است. اگر شما اطلاع داشته باشین در دور اولی که اولین باری که جناب زلمه خلیلزاد به حیث نماینده خاص یا ویژه امریکا به خاطر صلح افغانستان گماشته شد، آمد دو فاجعه بزرگ تاریخی را در افغانستان با پی وقوع یافت که با سبب ازی شد که جنرال عبدالرزاق به شهادت رسید و دیگه هم جناب جبار قهرمان به شهادت رسید که هر دویشون شخصیت های عالی قدر وطن دوست و همیشه داشت به ضد طالب و ضد پاکستان صحبت میکردن. بار دومی که جناب زلمه خلیلزاد، بله من خوب هستم، امیدوارم شما همچنان خوب باشین. بار دومی که جناب زلمه خلیلزاد بر افغانستان آمد در سفر امروزش که نیفهم پشت پرده چی شد، قضیه از این قرار شد که هر توطیه هر دوسیه شد بعض شخصیت ها گرفتار شد، مثل علی پور و نمیفهم قیصاری و و غیره و غیره دیگه، اما بعدش رها بشن که در روز هم قریشی هم رها شد، علی پور هم رها شد، وحید هم نوید هم فکر کنم که در یک توطیه معامله هستند هم رها شد. اما این بار سومی که جناب زلمه خلیلزاد برای افغانستان می آید و پیش از افغانستان برای پاکستان سفر کرده و یک روز پیش از سفر ازی دونالد ترامپ یک نامه شخصی یا خط شخصی و خط خود به عمران خان که صدر اعظم پاکستان است بران نویسید. می خواهیم یک کم روشنی برای شما عزیزان و هموطنان پرتم، به خاطری که این را فرض عین خود میدانم که ملت را باید آگاه بسازم، به خاطری که هر چیزی که سرنوشتی که با طالبان در پشت دروازه بسته میشد تاثیر مستقیم و خواهیم نخواهیم بالای شما ملت عزیز دارد که از هر قوم باشین، از هر زبان باشین، از هر ملت باشین، از هر تنظیم باشین و هر مذهب باشین، مستقیم سر شما تاثیر داره، سر زندگی روزمره شما تاثیر داره، سر سیاست شما تاثیر داره، سر آینده درخشان شما تاثیر دارد. ما یک بار دیگر مثل که همیشه گفتیم نه ترس به جز از خدا از دیگر کس ندارم و جایز میدانم که حقیقت را بر ملت باید بیان کنم. و علیکم سلام، معذرت میخوام، زیاد طرف کامنت ها تمرکز نمی کنم، زیادتر اینجا کوشش دارم که صحبت کنم چون که وقت تفریح کم است، از وقت خوب استفاده کنم، اما کسی را اینجا نکردم. سلام 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 مرا همه ایتون بپذیرین. و علیکم سلام. دیگر یک بار دیگر لازم میدانم که برای شما آگاهی یا برای ملت آگاهی بدم در رابطه با سفر آخری که زلمه خلیلزاد به حیث نماینده ویژه امریکا به افغانستان رفت و پاکستان سفر کرد. و شما هم دیدید که وزیر خارجه پاکستان نسبتاً از سفر دو تای پیش در این سفر بسیار خرسند بود، بسیار خوش بود و در تصویرها هم برآمد که بسیار هر دویشان لبخند میکردند و خوش هستند. ما به جناب باز نمایندگی از شما ملت عزیز و با جناب زلمه خلیلزاد که برش احترام فراوان دارم سرش صدا میکنم که جناب دکتر صاحب زلمه خلیلزاد مردم افغانستان را قربانی یک توطیه جنگ سرد یا جنگ گرم دیگر در 40 سال بر افغانستان نکو و اینجا نشه که ما را از امریکا گرفته بر پاکستان تسلیم کنی و طالبان را جای ده جای کنی و غوغا آوازه ها هم پیدا شده که امریکایی ها بر طالبان میگه که شما مثل سعودی عرب، مثل یمن، سوریه و کشورهای سایر تونیزیا و مصر بر ما پایگاه نظامی بتین، ما کار نداریم که تا شما این نظام کنونیتان از بین میبریم، شما با قدرت بیاین هر چی که میخواین، مثل امارات اسلامی میخواین، دولت فلانی میخواین، که سرسخت من خلافش هستم. من البته خلاف دین مبین اسلام نیستم، من خلاف دولت یک شرعی و اسلامی نیستم، اما به طوری که طالبان میخواین اون دولت شرعی و اماراتی را بیاره او رقم نمیخواییم که هر روز خانم ها باز در آشپزخانه بشینن، حق بیرون مرامدن را داشته باشن،
تحصیلات از بین بره، تکنولوژی از بین بره، تمدن از بین بره، ترقی و بین بره و مردم اقلیت افغانستان، کسایی که اقلیت هستن و صدای خاموش دارن، صدای اونا رو دیگر هم خاموش بکنن، که در اواخر ما شاهدش بودیم. سعید شاید در همون جریه های قتل عام اقوام بزرگ افغانستان از آره ما، برادران بزرگوار از آره ما، شاید طالبان دست نداشتن باشن، اما در بعضش دست دارن و کوشش کردن که این اقلیت ها رو همیشه در طول تاریخ افغانستان، 5000 سال تاریخ افغانستان رو که بخوانین و مطالعه بکنین، بیاین که حقیقت را بیان بکنیم. بالای اقلیت بسیار ظلم شده و همیشه از اقلیت مردم افغانستان سوء استفاده شده و غلط استفاده شده و حق و حقوق اینا را زیر پای میکنه. یکی از این سبب ادبی بود که 40 سال در افغانستان جنگ دوام پیدا کرد، به خاطر که اقلیت ها در افغانستان زندگی خود را قابل ایزد ندانستن، امن خود را قابل ایزد ندانستن، چی میگن؟ بودیتشان، موجودیتشان در افغانستان، در جغرافیای افغانستان یا قانون اساسی افغانستان ندانستن، سبب از این میشد که ما به خانه های جنگی رفتیم. و خب بر صورت گپ طولانی نمیسازم، اما یک چیز به صراحت با وضاحت میخوایم بگویم، وضاحت در اینجا پرتم، روشنی پرتم، که جناب زلمه خلیلزاد به خاطر بقیای سیاسی خود مردم 30 میلیون مردم افغانستان و به تباهی و بربادی نکشن. بلیاز خدا، بلیاز قرآن، تو خو سفیر امریکا در افغانستان بودی، ما فهمیدیم که چی کردی. اون پول هایی که سیایی که تو برای جنگ سالارا دادی و امروز هر کدامشان میلیاردر شدن، افغانستان را دیدی که بر کدام حالت رساند. وای، کتابت هم از این اشتباهات، از این نقطا هم ذکر کردی و یادآور شدی که آیین کار را کردی و این را به خیر افغانستان دانستی. رقمی که جناب حنیف ادبر در چند روز پیش در مصاحبه خود گفت که ما پایمان امنیتی را با امریکا و خیر افغانستان دانستم، یعنی من این پایمان امنیتی را که امضا کردم افتخار میکنم. من میگم سعید خوب کردی، و علیکم سلام، صدا صاحب تو است، همسلام سلامونه، سعید امضا کردی، اما ای کاش در پالویش که وقت امضا کردی به نفع افغانستان میداختی، به این قمادتی که باعث مشاور امنیت، مشاور رئیس جمهور، مشاور چی میگن امنیتی اینسی دولت وحدت ملی بودی، زیر سوال میبردی که 28000 نیروی افغانستان چرا به تلفات رسید، اسلحه‌ای که وعده داده شده بود چرا بر نیروی افغانستان برآورده نشد، وعده هایی که کردن چرا برآورده نشد. سعید توی را به نفع افغانستان دانستی و میگی که چون گام سوال اگر از تو شوند تقاضای از خودت شوه، یا از مطمئن هستم که نه تنها خودت، از رهبران نگم شوه، اشرف غنی شوه، کرزی شوه، سیافت شوه، شما همه ایتان حاضر هستین که وطن عزیز و مظلوم مردم افغانستان را در مقابل یک چیز ناچیز مفروشین و هدیه میکنین. خوب خواهد بود که خودت هم در زمانی که تو همی پایمان را امضا کردی و دمی طول 4 سال زیر سوال میبردی، یک کمیته بررسی نظامی می ساختی که در هر ماه یا هر 6 ماه این پایمان را بررسی میکردی و میگفتی خب جناب ایالات متحده امریکا، ما خو بزرگواری کردیم، این باج عظیم کلان را یا فشار کلان را بالای خود گرفتیم، همین پایمان را امضا کردیم، اما بیایم که ببینیم این پایمان تا چی نتیجه رسیده. و این جای بسیار کورکورانه است که رهبرا همیشه خوش دارن خود به بسیار عادی و ساده برای بیگانه هان بفروشن، از این که دل ملت خود را راضی کنن میرن دل ملت امریکایی ها را راضی میکنن، ناتو را راضی میکنن، انگلیس را راضی میکنن و نمیفهمم غیره و غیره، که این کار را که جناب زلمه خلیلزاد هم به خاطر بقیای سیاسی خود که خودش در افغانستان، در امریکا باقی بماند، یک آینده سیاسی داشته باشد، یک شهرت داشته باشد، بازی کردن با 30 میلیون نفوذ افغانستان یک جفای بزرگ است. اگر خدای نخواسته این شایعات و این غوغایی که در نه تنها در فیسبوک، در رسانه های دیگر خیسته برای زلمه خلیلزاد حقیقت داشته باشد، واقعا باز ما مجبور هستیم که صدا بلند کنیم و این جفا میکنن. و اگر ملت افغانستان از پروگرام های شوم و برنامه های شوم و شما آگاه نشن، بالاخره
خداوند خو آگاه است و در روز قیامت شما جواب از این را هم میتین جناب دلمه خلیزاد. بیاین به خاطر منافع شخصی خود 30 میلیون نفوذ را قربانی ندهین. صلح با طالب، صلح با دولت وحدت ملی نیست، صلح با طالب به خاطر گلبدین نیست، به خاطر ربانی نیست، به خاطر سیاف نیست، به خاطر عطا نیست، به خاطر کرزی نیست، به خاطر اشرف غنی نیست که بقای سیاسی اینا زندگی اینا در تامین باشه. اینجا مسئله 30 میلیون نفوذ افغانستان است. بیاین در یک فضای آزاد در حضور رسانه های ملی و بین المللی با طالبا بشینین و این ملت غیور و شریف افغانستان را آگاه بسازین که خواست درخواست طالبا چی است، درخواست واقعی شان. اون درخواست های پلاستیکی و پوکانهی و پودری را که در رسانه ها مشنیم او ربانی بیان که پشت اصل مسئله بریم که اینا چی میخواین و ملت مردم چی میخواهد و بالاخره اگر این بار جفا کردین ولو بلا قسم است که این نسل جوان خسته شده و این نسل جوان انتخاب خود خواهد کرد. باز ما دیگه بازی نمیخوریم، نمیبانیم که اینال شما برین و اینجا پاکستان باز طالبکای خود بیاره، دولت غلامی خود جور کنه و هر چیزی که دلش میخواه و بکنه. باز همی مسائل اقلیت و اکثریت پرته و یکی را بگوی که تو صدای زور داری، دیگر را بگوی که تو صدای کم داری، با تو وعده تو داشت ای را ما نمیخواه. ما خود ما انتخاب میکنیم. مردم افغانستان وقتی قانون اساسی باید زیر بررسی بیاید، قانون اساسی نواقص خود داره، بعض چیزهای دیگه که تصمیم گرفته شده نواقص خود داره. در یک رفرندم آزاد و دموکراتیک فیصله میکنیم که چی طور نظام پارلمانی میخواییم، نظام صدارتی میخواییم و نظام های دیگه میخواییم. میریم ما افغان ها خود ما فیصله میکنیم، نه دیگر ها برای ما فیصله بکنن که نظام صدارتی بیه، نظام فدرالی بیه و نظام فلانی بیه و نظام بستانی بیه که در عقب از او باز هم قربانیش ملت شریف و نجیف افغانستان می باشد که در این جای شک و گمان نمی دارم. من یک کامنت آورده، کامنت نمی خوانم. ورور دفعه بسید مطالب احترامات شد نشته چی هم هی سوگ نشته. من مطلب مذرد می خوانم، باز کامنت ها دیده می دارم باز را نه دیگر. خواستم که با شما آگاهی بدم، لطفا این ویدیو را با عزیزان و دوستانتان شیر بسازین و ملت را آگاه بکنین که من واقعا به ذات پاک من قسم می خورم که من دیگر طاقت یک قطره خون به جای مردم مظلوم افغانستان ندارم که او از هر کجا باشه، از هر ولایت باشه، از هر مذهب باشه، از هر نجات باشه، از هر تنظیم باشه، از هر حزب باشه، هر کسی را حمایت میکند. اما قتل یک کسی را، قتلام یک کسی را که یک ملت را فدوا دادن علیه یک قوم خاص و یک ملت خاص کار جفاست، کار خیانت است، در حق مردم ظلم است. اینمیست که در افغانستان صلح و ثبات نمی، بخاطر که بعضی ها خود را میبینن، بعضی ها خود را نمیبینن. بیاین که یک دسترخان را جور کنیم، یک خانه را جور کنیم یا یک باغی را جور کنیم که در او باغ هم گل سبز باشه، هم گل سرخ باشه، هم گل آیبی باشه، هم گل سیاه باشه و هم گل زرد باشه، رقم رقم گل باشه که هر کس با گلهای خود خوش باشه و کسی نگویه که ولی در این باغ گل سرخ هست اما گل زرد منید، باز دیگه بگه گل سرخ منید. بیاین که همه گلها را در یک باغ بکاریم و را اجازه بدیم که همه گلهای خود را ببینن و هم از گل خود لذت ببرن، با آن گل که اینا آشنا هستن، با آن گل که اینا خوشبو لذت ازش میبرن، خوششان میه، به دیدارش خوششان میه، به صحبتش خوشش میه، او را بذارین که به همین ملتن. و بالاخره همین فاجعه 40 ساله که در افغانستان سبب بدبختی، بیعدالتی. خب با معذرت دوستان، یک تماس آمد، تماس تلفنی آمد. بیاین که سبب همین 40 سال جنگ 40 سال نمی شد که در افغانستان بچه بازی، لواطت کاری، جنگ سالاران، غاصب زمین، قتل عام، فاجعه فامیلی، فاجعه شخصی، فاجعه سیاسی، فاجعه اقتصادی، فاجعه های مذهبی هم برخ است. شما سعی کنین ما یک خبر دیگه دلخراش برای شما بگویم که تقریبا چند روز پیش نخست وزیر کانادا فیصله کرد که همه اهل نود افغانستان یعنی سیکا و اوندوای افغانستان را از افغانستان انتقال بدهد که به کانادا بره و گفته می شود که تقریبا به حدود 2.5 لک نفوذ اهل نود در افغانستان بود و زمانی که امریکا یک سروی کرد تقریبا پیش از آمدن 2011 گفته می شود که به حدود 3000 فامیل یا 4000 فامیل زندگی می کرد. من بعض برادرها را اینجا دیدم که خوش شدن، چک چک می کردن که بالا اینا میرن، اینا شما ای عیب است برای
برای یک مملکت، این شرم است برای یک مملکت. این نشان میدهد که ما چه رقم انسانهای وحشی هستیم، ما چقدر انسانهای بزدل هستیم، چقدر انسانهای رذیل هستیم، چقدر انسانهای بدبخت هستیم که یک کتله خون ما، توته جگر ما همگی از کشور او را رها میکنن و یک کشور او را میپذیرن. و ما خوش هستیم که میگن یک مطلب هم شنیدم در فیسبوک، بسیار به خدا گریه کردم وقتی که من نماز خواندم، در نماز گریه کردم که بعض دوستا گفتن مرغ کم گوش کم. اما برای یک چیز براتون میگم که در طول تاریخ افغانستان از همه اقوام دیگه کدر، اقوام اهل رود افغانستان، سیکا و اوندای افغانستان، واقعا افغانستان را صمیم قلب دوست داشتن و افتخار میکردن بر افغان بودن خود، افتخار میکردن بر این مملکت، بر این سرزمین، بر جغرافیش، بر عناناتش، بر فرهنگش، بر همه چیزش. امروز اینا که اگر میرن، من احساس میکنم که نیمه بدنم را کانادا میبرد. این یک جای شرم است که برای ما که دولت هم خاموش ماند و ما افغان ها هم در رسانه های اجتماعی میگیم که بانن که برن چی کنه، مقدر تعداد ما میگیم که می یک تون باشه باید افغانستان باشد، با این خانه ما تکمیل میشود. ما همه ما افغانستان خانه همه است. هیچ کسی نمیتونه بگه که افغانستان فقط تعلق بر یک قوم دارد. و بعضی ها که زورگویی میکنن که نامایشان نمیگیرم که در فیسبوک میگفتن فلانه به فلانستان بره، فلانه به فلانستان بره. برادر عزیزم تو به کجا بری؟ این خانه خانه همه ی ازی ملت هست. هیچ کس حق دشنام دادن را و حق فتوای به کسی دیگر دادن نمیتواند که بگوید که من حق این زمین را دارم و تو نداری، تو باید به فلان بری. همه ما را خداوند پیدا کرده که به قسم پیدا کرده. مرا خداوند پشتون پیدا کرده، تو را خداوند ازبک پیدا کرده، دیگر خداوند ازاره پیدا کرده، دیگر خداوند ایماق پیدا کرده، دیگر خداوند اهل نود پیدا کرده، دیگر افغانستان خداوند سک پیدا کرده. این همه خلقت خداست. در خلقت خدا باید ما مداخله نکنیم و این هم فیصله خداوند بوده که ما در کدام جغرافیا با کیها یک جا باشیم و با کیها یک جا زندگی بکنیم. هر کسی که بر این دامن میزند، متاسفانه بعض وقت هم حساب من آرام نمی باشد که بتانم با وضاحت و صراحت بگم که هیچ از این یکی پدیده ها ما را یک جای نمی سازد، ما را اتحاد نمی تد، ما را خوشبختی نمی تد، ما را آرامش نمی تهد. ما می خواهیم که اهل نود افغانستان در افغانستان باقی بماند. ما می خواهیم که اهل نود از خود دو وکیلی که درخواست دارن به جای دو وکیل برش سه وکیل تعیین شود در افغانستان، بدون از اینکه مردم برش رای بدن، به خاطر که اینا زجر بزرگ اینا دیدن، قتل عام اینا شدن، مثل که برادران هزاره امروز در بعض ولایت ها هر کسی که پشت دی دروازه های. متاسفانه افغانستان مسائل قضیه اینقدر پیچیده شده که آدم نمیفهمه بعض اوقات که کی ملامت است و کی سلامت است در این قضیه، در قضیه که چرا چنین میشه. شما سعی کنین صدها تن برادران هزاره را به قتل عام رسانن، گاهی به خاطر تظاهرات روشنایی، گاهی به خاطر از یک سمت انتقال کردن به دیگه جای دادن، گاهی به مسائل کوچی، گاهی و غیره و غیره که هر کس پشت از این دست داره. ما بالاخره میگیم که خالق پروردگار بالا نگاهتون میکنه. خداوند گفته که هیچ وقت ظالم نمیتونه بر همیشه برنده باشه و بالای ظالم خدا ظالم تر میاره. کسانی که ظلم بکنند بالای خدا زو ظالم کلان میرد که امروز افغانستان در افغانستان آمده، امریکا و ناتو ظالم ترینش در افغانستان آمد. ما یک وقت شکایت داشتیم از این تنظیم ها و از این چیزا و امروز خداوند یک بلا یک آفت را آورده که به نام امریکا و به نام ناتو که هرچی دلشان بخواین و میکنن. و ما بار بار هم گفتیم، دین روز یک دو برادر عزیزم برای ما گفت که آیا تو فکر میکنی که افغانستان استقلالت خود داره؟ ما گفتم نه، بارها تکرار کردیم در ویدیو خود که در حالت کنونی افغانستان نه استقلال هوایی خود داره، نه زمینی خود داره، نه سیاسی خود داره، نه مذهبی خود داره، نه فرهنگی خود داره، نه اقتصادی خود داره. افغانستان از هر نوع اشغال است. امروز می بدبختی هایی که میشه در افغانستان، مسائل قتل عام یک قوم خاص، هزاره، کوچی و غیره و انتحار و انفجار و کشیدن اهل لوط، این همه توسط زمین القبگوش خارجی ها میشن که اینا آمدن و خاطر برنامه شما خود ما و شما را مصروف ساخته که تا ما مصروف باشیم در امی عرج و مرج مدن ما را میکشن، از آب و هوای ما استفاده میکنن، امتحان میکنن، تست میکنن، بمبای عجیب و غریب سر ما مندازن، امتحانش میکنن و ما فقط دمی ششتیم که کی با کی چوکی داشته، ولی اقلیت است، ولی اکثریت است، ولی برای، ولی نه برای. برازی خوب است، برازی خوب است. و علیکم سلام. خی خبری دی موضوعتان در چیست؟
برادر عزیزم امیر خان گفته که موضوع در این رابطه است که باره این قضیه های آخر داخل داغ است و سفر آخر زلمه خلیلزاد با پاکستان که مچم شما دیدین یا ندیدین. و علیکم سلام، سلام را هم بپذیرین که شاید شما هم مشاهده کرده باشین که وزیر خارجه پاکستان بسیار خوش بود نسبتا با دو ملاقات قبلی سفر دوباره که زلمه خلیلزاد داشت و زلمه خلیلزاد هم خنده میکرد، اونا هم تصویرهایشان برآمد خورسید و غوغا خیسته است که امریکا پلان دارد پشت دروازه بسته با پاکستان یک معامله بکنه و بالاخره طالبان را به میز مذاکره بشانه، مطلب از این که پاکستان دست بالای درباره در سیاست در افغانستان، در اقتصاد افغانستان، در غلامی افغانستان، در توطئه پرچه کردن افغانستان داشته باشه که امریکا بالاخره مثل یک بینی خمیره واری برنده از این خاک برایه و طالبا که سرش حمله نکنن و اینا ببینن که ما جنگ بردیم، ما برنده شدیم، در افغانستان صلح آمد، اما یک ما بعدش که چی میشه با ما چی که ما همیشه میگیم، ما میگیم اینا میگن با ما چی پرابلم ما میگنید چی. بعضی خاطر یک کمک روشنایی انداختم که ما بار اول گفتم در سفر اول همه ایتون سر ما پس خند میذارین، ما گفتم که زلمه خلیلزاد آمد اینجا کدام گپ هست و در وقتی آمد که ما مشغول انتخابات بودیم، مصروف انتخابات پارلمانی بودیم و دو رهبر برجسته وطن پرست سید ما آل شروع نکنین اینجا برام که والا چیز قهرمانه تو کرده بود، رضاقه تو کرده بود، دوستی های شانبانین، هر کس هر انسان هیچ انسان به خطا نیست، خطا کل ما کردیم و کل اینا خطا کردن، اما یک چیز اینا در وجود از اینا دیده می شد ظاهرا بیرون که واقعا وطن پرست بودن و به خاطر افغانستان می جنگیدن و به خاطر وطن خود می جنگیدن. با آمدن سفر اولش قربانی رضاق و قربانی چیز را داریم، عبدالجبار قهرمان رو داریم. با آمدن دومش همین مسئله های دیگه خیست که گروپ های چریکی جور شد، با همه رهبرها دیدار کردن دیگه کردن، باز قیصاری برآمد، باز کی برآمد، باز علیپور برآمد و نوید برآمد، دیگه دستگیر میشن، رها میشن، حال آمده و حال با پاکستان میگه غوغا خیستن که کرزی هم. یک چیز برتان میگم برادران عزیز، ما همیشه خلاف کرزی صحبت کردیم، اما یک چیز به صراحت میگم که کرزی بعض اوقات کتان میگه به جای نمیگه، به خاطر که اون حق گفتنه من نمیفهم یا نمیخواد بگه یا گفتن نمیتونه، بعض اوقات حقیقتا رو برملا میکنه و میگه یک غوغا رو در رسانه مندازه که دینروز هم انداخت گفت که امریکا باید اگر صلح در اینجا میآید با پاکستان مستقیم صحبت نداشته باشد، چین و روسیه را در این صلح هم داخل بداند، که تا یک اندازه هم من هم با ایشان هم نظر هستم. ما چی کنیم که طالبی که طرفدار امریکاست، طالبی که از کاسه خیرات امریکا نان میخوره امروز می صلح میکنه، تنها او طالبیه ما کارش نداریم، ما با طالب چینی باشی تو کنیم، با طالبی که با طرف طرفدار در قبضه ایران هستن، در قبضه چین هستن، در قبضه روسیه هستن، اونا چطور میشه؟ باز یک جنگ دیگر رو شروع کنیم با طالبان، با اونا او طالبان و 100 سال دیگه یا 50 سال دیگه با اونا بجنگیم؟ نه، بعضی اوقات کرده بعضی چیزا رو میگه که ما مردم میگیم این مدارس اما میخواد که حقیقت را برملا کنه، نمیتونه گفته، باز به یک شکل دیگه میگه این تو شوه یا اون تو شوه، که حتما اینجا یک گپ هست که زلمه خلیلزاد سفر خود شدت میته و دونالد ترامپ بخواهین نخواهین بر زلمه خلیلزاد اخطار داده که پیش از کریسمس میلادی امی ختم از امی ماه، امی ماه دسامبر که با 25 دسامبر میشه که تولد عیسی مسیح با مذهب از اینا، گفته که برام یک نتیجه بیار، غیر آن ما عسكر خود از افغانستان خارج میکنم. و اینجا زلمه خلیلزاد میخواد کردیت بگیره، این امی غوغا را که انداخته تا میره بالا میره که برای خود یک جایگاه سیاسی، یک مقام یا چی میگیم، یک شهرت برش میگین یا قهرمانی در سیاست امریکا و در افغانستان، چون که افغان و امریکایی در هر دو کشور میخواد یک چیز را برای خود کمایی کنه. اما این آن وقتیه که جناب زلمه خلیلزاد صادق باشد و این همه پدیده های صلح را یا برنامه صلح را با ملت غیور و شریف افغانستان شریک بسازد. ما خلاف دولت وحدت ملی هستم که بعض وقت دولت سیاست جیوپولیتیک میکنه، مشوره بعضی ها را میگیره، بعدا مشوره شان تاکید نمیکنه، اما برنامه که خودش داره امور را پیش میبره. ما میگم که در برنامه صلح با طالبان، صلحی که با طالبان میشه هر کس بشینه. در امی افغانستان 14 قوم محترم و ارجمند ثبت راجستر است،
و دیگرایشان مگر است معذرت میخوام اگر به یاد من شما به یاد میبرید، هر چه که قومی باشه به نمایندگی از این مردم قوم باید در صلح بشینن، از خانمان بشینن، از آقایان بشینن، از نسل جوان بشینن، از نسل پیر بشینن، به خاطر که این صلح به خاطر کرزی نیست، به خاطر بقای زندگی ثبات اشرف غنی نیست، عطاید نیست، سیافت نیست، بر من و تو جوانی است. اگر من و تو جوان در این سم نداشته باشیم، یک کتلی یک گروه سیاهی که با ما تو حکومت کنه، فردا ما چطور در سیاست داخل شیم؟ فردا ما تو چطور آواز خود را بلند کنیم؟ به خاطر که همه ما هم عقیده نیستیم، بیاین که حقیقت را بپذیریم. یک در افغانستان یک کسی است مسلمان کلگی خود را مسلمان میگیره، یک مسلمان 5 وقت نماز میخونه به وقتش، یک مسلمان 2 وقت نماز میخونه دیگه شق قضایی میخونه، اما ما نمیتونیم که یک چیزی که بیای کوهوهو همه شمول همه پذیر نباشه و کل 30 میلیون بگه که شما به می سمت حرکت بکنید، به می سمت رفتار بکنه. خب بس با ما یک باز هم ما با یک فاجعه 40 سال دیگه روبرو میشیم که اینجا خارجی ها از خود هدف دارن و خارجی ها بارها من افهم من خسته شده، مثلا من همیشه بالای تاکیدم بالای نسل جوان و مردم افغانستانی بوده که باورمند به خارجی ها نباشین. خارجی ها هیچ وقت صادقانه نمیارن صلح در افغانستان، هیچ چیز رو چیز رو نمیکنن، چیزی که ما تو هر روز در دسترخان خود، در عقل خود، در قلب خود، در ذهن خود، در مسجد، در کار برش دعای خیر میکنیم، او را برات خارجی ها نمیاره، او را فقط و فقط ما افغان ها میتونیم که بیاریم، که باید یک میز گرد که در شروع برنامه گفتم در یک باغ بشینیم که در اون باغ گلهای همه باشه، که همه کس گلهای خود را ببینه، کسی گل خرس سرخ خوش داره، کسی سیار خوش داره، کسی آبی، هر کس گل خود را ببینه و یکی دیگه خود را بپذیریم و بگوییم که بیاین این باغ را مشترک میسازیم، دیگر بر این باغ را تقسیم نمیکنیم، نمیگیم که این 40% باغ از توست، این 10% باغ از ماست، میگیم نه، که این باغ همه ما و شماست و این باغ مشترکانه. وقتی که مشترکانه آباد میکنیم چی میگن، مصارف اقتصادی شام کم میشه، مصارف نجات پرستی شام کم میشه و مصارف همه چیز کم میشه و ما میتونیم که همین پروژه را، همین برنامه‌ای که در 10 سال میشه، او را در یک ماه آباد میکنیم، یا مثلا در یک سال آبادش میکنیم، به خاطر که ما اجماع کردیم، به خاطر که ما به یک تفاهم رسیدیم، به خاطر که ما فیصله کردیم که ما صاحب از این باغ هستیم و این باغ خود را خود ما آباد میکنیم و این خانه خود ما خود ما نگاه میکنیم. هر وقتی که 5 کلک یک رقم نیست، مشکلات میاد بدون شک، نظرها مختلف میباشه، اما هیچ گام هیچ وقتی نظرهای ما خدای نخواسته یا طرز صحبتهای ما که تاو بلند میشه سبب خشونت یکی دیگر ما نشه، سبب جنگ ما نشه، سبب از این نشه که ما تفنگ بگیریم آزرده شویم از این باغ برایم به یک باغ دیگه برایم و از اون باغ به این باغ حمله بکنیم. نه 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 نه، این را هرگز باید نکنیم. ما وقتی که میگیم انسان هستیم، اسلام رو در جای بان، خداوند بر انسان حق داره، خداوند گفته که رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، گفته که من رب عالمین هستم، چیزی که در آسمان است، چیزی که در زمین است، من رب دینی هم هستم، نگفته که رب المسلمین، نگفته که رب الافغانان، نگفته که رب پشتون، نگفته که رب تاجک، نگفته که رب ازبک. بیاین اسلام، خداوند همه ما شما را دوست دارد، مذهب داشته باشیم نداشته باشیم، مسلمان باشیم نداشته، خداوند حق را بر همگی داده. بیاین که اول انسانیت را بپذیریم، بیاین که اول از این حق سالم خود که خداوند بر ما داده برای بشریت که خدمت کنیم و عبادت خدا را کنیم، از او استفاده درست بکنیم، از او استفاده خوب بکنیم. من بعض اوقات دوستا میگه شما چرا چیز میشین، من هم انسان هستم، بعض اوقات فشار سر آدم میه، به خاطر که وقتی که از یک ولایت خاص باشی، از یک قوم خاص باشی، قوم تمیشه زیر تهدید باشه، بدنام باشه، دشنام گفته شه، خیر است، انسان هستم، احساسات میه، اما هیچ وقت خدای نخواسته در قلب خود ما تو فکر نکردیم که نه این جفا با ما شده و فقط ما باشم و دیگران نباشن، بدنش که خرسند شدیم آرام شدیم یه چیزی کردیم گفتم سید حبیب این درد را داری اما این درد دیگران هم دارن، این شاید از تو زیادتر باشه از دیگران کمتر، خو این درد همه داریم. اما یک چیز فراموش نکنین خواهران و برادران دو عزیزم که ویدیو را هم ما شیر کردیم، و علیکم السلام، سلام را همچنان بگذارید، یک ویدیو را ما شیر کردیم که برادر ازاره به زبان پشتو، به زبان ازبکی و به زبان دری گفته، وقتی که ما خارج از افغانستان میشیم هیچ کس نمیگن که طالب افغانستان را خراب کرد، هیچ کس نمیگه که پشتون افغانستان را خراب کرد، میگه افغان ها افغانستان را خراب کردند، افغان ها این کار را کردند، افغان ها ناکام شدند، افغان ها برنده نشدند، افغان ها آن نشدند، افغان ها این نشدند. بیاین چیز دیگر
در مغز خود جای نتیم وقتی که او وجود ندارد. فرض مثال برای شما بگیم، همین دنیا نامش دنیاست، این را دنیاگی نسازیم، بخاطر که در کتاب دنیاگی وجود نداره. دنیا گفته شده، گفته دنیا، کائنات. وقتی که کائنات گفته شده باید درباره کائنات صحبت کنیم، دیگه نگویم کائناگی یا دنیاگی یا دنیاگک، بخاطر که دنیاگک وجود ندارد. درو در دیکشنری نیست، در زبان نیست، در فرهنگ نیست. بس ما هر کاری که میکنیم خوب ما به خارجی ها به حیث یک ملت یاد میشیم، بعد ما به حیث هرچی بره که در کشور میکنیم من حیث یک ملت در خارج. بسیار پیغام زیباست، کوتاست. ببینین ما بسیار بالای سفارش نمیتم، اما بسیار پیغام زیبا مانده، بسیار صحبت های عالی و عالی قدر کرده و راست هم گفته. بیاین که ما دیگر نگذاریم. اول اینا ما کوشش دارم، سرسخت کوشش دارم از فامیل خود شروع کردیم. ما در فامیل خود کوشش دارم که همه ما یک نظر باشیم. فامیل ما بسیار مکس است، از اقوام مختلف فارسی کردیم. بیاین که از خانه خود شروع کنیم، بگویم که نه، نشنالیزم کار را به جا نمیبرد، فاشیزم کار را به جا نمیبرد، وطن خراب کردن کار را به جا نمیبرد، موقتا تقلب کردن در انتخابات برای از یک کاندید مشخص حمایت کردن که او غاصب باشه، او قاتل باشه، او خائن باشه، کار را به جا نمیبرد. از فامیل های خود شروع کنین، بالاخره ما میتونیم که به سطح ولایتی و سمتی و بالاخره ملی برسیم و ملی فکر بکنیم. اگر افغانستان آباد شود، اگر افغانستان صلح شود، همه ما ترقی میکنیم. اگر افغانستان آباد، به شرطی که بعضتان حالا شروع میکنین میگین که مساویانه عادلانه، بدون شک هر کار هر چیز مساویانه و عقلانه میشه و در اسلام همه چیز برابر است. توازن ترازو بالا و پایان نیست. از نگاه جسمی و زنها و خانمها و شبانه که چقدر توان و قدرت داره ندارن، اما از نگاه حقوق و حق دارن همگی در ترازو باید یکسان باشه، اما تو برابر ترازو تا و بالا باید نشه. حق هر کس باید از خود ببینه. بیاین که بگذاریم، نگذاریم که ظلمه خلیلزاد برای ما یک صلح را بیاره که صلح را اون میخواید. بیاین که صلح را در افغانستان بیاریم که او قابل پذیرش ما باشه، تو باشه، دیگر ها باشه، که دیگر ما نگویم که ولی اینی گروه اینجا ششته، ما احساس تهدید میکنم، ما احساس نارامی میکنم، ما احساس بدبختی میکنم، ما احساس نارام خوی میکنم، ما خواب کرده نمیتونم. باید همه ما بگویم که نه، ما دیگر راحت هستیم، ما آرام هستیم، ما خوش هستیم و اینی چیز را میخوایم. آن وقت باز ما برنده میشیم. سبب بدبختی عمده که صحبت بسیار زیاد کردم، سبب بدبختی عمده که در افغانستان آمده و هست این است که ما بین خود جور نیستیم و دیگران از اینمی ضعف ما تو استفاده میکنه. یک تعداد ما را به نام طالب میکشه انداخته، یک تعداد ما را به نام داعش انداخته، یک تعداد ما را به نام قوم انداخته، یک تعداد ما را به نام تنظیم های مختلف که اسلامی فلانی و بستانی و بستانی و بستانی اینمی و دشمن همی کارش است. یاد داشته باشید شیطان وقتی که خداوند متعال برای شیطان گفت که سجده کو برای آدم، شیطان از خود برنامه داشت. او خوش نداشت که با برنامه خدا رفتار بکنه و این کار کرد، گفت ما از آتش جور شدیم، خدا بهتر از آدم را شزده نکد و بالاخره خداوند کرد. این هم قسم خارجی هم هستن، اینا با پلاون خود آمدن، اینا با برنامه های ما تو کار نمیکنن. کسی دیوانه نیست برادر عزیزم. امیال خود در فامیل خود سعی کنید. وقتی زمان رسیده است که پدر پسر بر پدر خود ده پاون نمیته، ده دلار نمیته که وقتی از سوال میکنه. بس این خارجی ها چی دیوانه هستن که بیاین لک ها میلیون ها بیلیارد ها دلار مصرف کنن به خاطر که ما افغان ها را دوست دارن یا از غم ما مرده، اولادش اینجا به شهادت میرسه، میمره در اینجا، تهدید میشه، معلول میشه، دیگه میشه. نه، اونا برای منافع خود آمدن و از این منافع هم خوب استفاده میکنن، به خاطر که ما از حق خود استفاده نکردیم، به خاطر که ما نگفتیم که نه ما نگفتیم که نه، هیون برادرم است، اون برادرم است، با این زندگی کردم میتونم، اما با یک خارجی زندگی کردن نمیتونم. هر چقدر که ما راضی یا ناراضی باشیم با برادران اقوام دیگه خود، مثال تاجیک، ازبک، هزاره، گجری، ترکمن، بالاخره آشتی میشیم. اما با پاکستانی آشتی شده نمیتونیم، اما با ایرانی آشتی شده نمیتونیم. صحیح در نگاه فضای دیپلماسی من حیث یک همسایه شاید زندگی بکنیم، حرکت های مسخنسای خندای پلاستیکی برشان بکنیم، اما از دل با ایشان محبت کردن نمیتونیم، از دل با ایشان آشتی شده نمیتونیم، به خاطر که اونا
اهداف خود دارن، ما اهداف از خود داریم. اما با یک برادر هزاره، اما با یک برادر پشتون، با یک برادر تاجک که 100 سالم ناراضی باشیم، ما پس راضی میشیم به خاطر که در خون ما گری خورده و خداوند ایره انتخاب کرده که ما در این جغرافیا زندگی بکنیم. ایره هیچ کس انتخاب دیگه نکرده. این بابولال از تاریخ 5000 سال بانن که ولا فلانی یتو کرده، بستانی یتو کرده، او کشور فتح کرده. ما خوب این تاریخ مشکل دارم به خاطر که اگر این تاریخ سبب خوشبختی ها می بودیم، بدبختی ها امروز ما نمی داشتیم. باید امریکا ابر قدرت نمی بود، ما باید ابر قدرت می بودیم. طوری که ما صحبت میکنیم به خاطر که تاریخ امریکا هم 240 سال عمر داره. همه تاریخ در دنیا زیادتر از 1000 سال، 1000 سال تاریخ و چیز نداره، تاریخ نداره. اما ما در افغانستان داوای تاریخ 5000 سال می کنیم که سببش هم امروز دیدیم که همین لواطت‌کاری، جنگ سالاری، غصب سالاری، انسان کشی، قوم کشی، مذهب کشی، سمت کشی، بیخیال الهی، یک فاجعه دیگه برام را که سابق میگفتن پشتون فلانه فلانه نه که دو میدنن یا هزاره دیگه دیگه حال چی میکنن؟ حالا کسی را که میخوان توهین کنن میگه فلانه از فلانه قوم است، از فلانه ولایت است، از فلانه ارسوالی است، در فلانه قشلاق زندگی میکنه، از فلان پدرش فلانه است، ماچم قومش فلانه است، اینیش فلانه است. بیخی یک چی میگم بایوگرافی یک انسان تشریح میکنن که فقط آدم فکر کنی که این انسان برای کدام کمپانی بزرگ کار اپلای کرده. اینجا مسائل اینترویو کاریابی است که باید همه این خصوصیات کاریابی خود بگه که برای انسان دا کار داده شده که هیچ لازم نیست با اونم در رسانه های اجتماعی و هزارها مثال دیگه براتون عزیزان دادم میتونم. و خدا بعض اوقات یک چیز ما خوش هستم که در افغانستان هم میشه کرد که ما برآمدیم. ما از یک چیز خوش هستم که در افغانستان جنگ شد و ما بیرون آمدم به خاطر که ما انسان شدم، به خاطر که ما افغانستان را از بیرون، از دنیای بیرون آریابی کردم. و من چی کردم؟ اگر منم در افغانستان می بودم مثل اکثرت ها گای تفنگ می بستم گای دیگه. اما صحیح برآمدن از افغانستان یا به زور که ما را کشیدن از افغانستان ماجر شدیم، خوبی های خودم داره، بدی های خودم داره. خوبی های شیره داره که من امروز درک کردم که افغانستان خانه ما ببینم. من امروز اینو درک کردم که وطن من مثل امینا، مثل وطن دیگرها واری آباد باشه. من این را درک کردم که وطن من هم گل و گلزار باشه دیگرها. اگر دیگرها میتونن به مریخ برن، ما چرا به مریخ نریم؟ اگر دیگرها میتونن پجرو بدونن، ما چرا پجرو نتونیم؟ اگر دیگرها میتونن که منزل 200 منزله و 300 منزله جور کنن، از شیشه خانه جور کنن، از این خانه جور کنن، ما چرا نتونیم؟ ما بسیار علم عمیقی را که در افغانستان که ما موقعش برام یسر نبود، اما البته خواست خداوند بود. با ما دشمنی نکنین. بعد برادران میگن شما خارج رفتین و از شکم سیر فورس میگه او بدر، ما به زور به خارج نرفتیم. البته این همی زندگی می غربت در قسمت ما بود. خداوند از روزی که در بدن ما آدم پیدا میشه، اینجا خداوند نشته میکنه که یک انسان چقدر سال، چقدر عمر در کجا میباشه، بعد باقی عمر خود در کجا تیر میکنه. امکان داره که ما در افغانستان پیدا شدم، اما در سر جوانی برآمدیم و سن نیمه جوانی طفلی برآمدیم و نیمه جوانی خود در اینجا تیر میکنم. شاید اینم اینجا مرگم نباشه و خداوند ما را پس بر افغانستان انتقال بده و یا شاید به کشور دیگه انتقال بده، به خاطری که در کنترل من نیست، این در دست من نیست که چرا یک انسان در اینجا زندگی میکنه یا انسان در اونجا زندگی میکنه. ماهایی که در خارج هستیم دشمنی با ما نکنین. ما همه ما دشمن افغانستان نیستیم. ما با افغانستان دشمنی نداریم. سیز برادران هستن، بدروی میکنن، بدکرداری میکنن، دشمن میتن، برنامه های تفرقه رمیز من داد. اما ما در جستجوی هستیم که یک افغانستان آزاد داشته باشیم. ما میخواهیم که یک پلی جور شیم با نسل جوان. فرض مثال اینمی درسایی را که ما یاد گرفتیم، اینمی تکنولوژی را که ما یاد دارم یا چیزی را که ما یاد گرفتیم، میخواهیم به نسل جوان افغانستانی را انتقال بدم. ما نمیخواهیم امی معلومات و اینمی ظرفیت با خود به گور ببرم، به قبر ببرم. میخواهیم که اینمی به تو انتقال شود. تو در افغانستان، ما نمیگم که ما از لندن میایم تو مرا وکیل بساز، ما نمیگم که ما از لندن میایم تو مرا وزیر بساز، ما نمیگم که ما از لندن میم تو مرا رئیس جمهور بساز. نه، من هیچ کاری نمیخوام. من هیچ قدرتی در افغانستان توقعش ندارم. من نمیخوام که در قدرت باشم. یگانه چیزی که میخوام، میخوام که تو برادر عزیزم که امروز خداوند مرا در اینجا بند کرده و تو را در افغانستان در او جغرافیا بند کرده، که همو جغرافیای تو افغانستان و من و تو هم مثل در این دنیای فقر که ما زندگی غربت که ما زندگی میکنم، افغانستان و تو مثل همین دنیای غربت ما ورشه، آباد شوه، آرام شوه، سرفراز شوه، پر از افتخار شوه، انفجار نباشه، انتحار نباشه، قوم پرستی نباشه، نشنالیستی نباشه، نجات پرستی نباشه. هیچ انسان نمیتونه که 100% یک کسی را خوش داشته باشه. هر کس یک نیم فیصد در فیصد با یک شخص دیگر یک مشکلاتی می داشته باشه. در اینجا هم هست. یعنی میگه اینمیال انگلیسا که هستن بعضی چیزا را خوش ندارن، اما هرگز این در ذهن خود
بیان نمیکنن، تو آشکار نمیشازش که تو بگی والا من اینجا مرا این انگلیس خوش نداره یا مرا انگلیس نمیخواد. دمو دل کار چیز کردن در دل نگاهش کردن. بعضی چیزا باید در دل نگاه افتاده شوه، اون را آدم باید ظاهرا نکشه، به خاطر که همین دهنه که واز میکنه هر انسان، هر چیزی که من میگم باید من فکر بکنم، همیشه تو فکر بکنم که سه انگوش بر من است و یک انگوش اون طرف و این میلیون ها انسان میشنوه. همین لغتی که از دهان ما میبره سبب خوشبختی هزارها انسان میشه یا سبب بدبختی هزارها انسان میشه. این را آدم باید فکر بکنه با هر حرکت. بعض اوقات مشکل است، واقعا مشکل است در کشوری که مثل افغانستان آدم زندگی کنه که هر روز انتحار، هر روز انفجار، فقر، بی‌عدالتی، جفا و من نمیفهم هزارها مشکلات بعض وقت ذهن آدم را گم میکنه. اما بهتر این نیست که خدا یک نفس عمیق بکشه بگه که یا پروردگار تو داناستی، تو بر ما سکونت بده، تو بر ما راحت بده، تو مرا راه راست نشان بده، تو مرا راه را نشان بده که ما بتونم سبب یک پل آشتی بر این زمین، بر این دنیا شو، نه بر افغانستان، بر این دنیا یک پل بدبختی، پل ویرانه بر این دنیا نمیشم. و اگر میشم خداوند آواز مرا خاموش کو، خداوند مرا در یک چیز دیگه مصروف کو که در این راه ناروا نرم و خدای نخواسته سبب آزار، اذیت هزارها و میلیونها انسانان بیگناه و بیچاره دیگر نشم. و از این جس برادران عزیز، به این خاطر من میام بعض اوقات دلم درد میگیره، میسوزه، به خاطر که بر من مشکل نیست. من در اینجا کاندیدام هستم، سال آینده شاید خود انتخابم کنم در این کشوری که زندگی میکنم، خانواده دارم، کار دارم، روزگار دارم، زندگی دارم. اگر گفتی یک آب تا می بعضی ها که میگن افغانستان رفتن برامدن فراموش کردن، اما ما افغانستان برامدیم، افغانستان فراموش نکردیم، ملت خود فراموش نکردیم، غریب و غربه خود فراموش نکردیم. من اصلا خوش ندارم که کسی را در افغانستان غریب و غربه بگویم. من کسی را خوش ندارم که یک کسی که میگه والا به یک غریب کمک کردم، من میگم نه تو نگو، بگو به یک هموطنم کمک کردم، به خاطر که هیچ کس نمیخواد که بشنوه که او غریب است، هیچ کس نمیخواد بشنوه که او کم توان است. و خداوند کم توانی زیرا یا کم بدبختی را یا مو مشکلات را کارده خداوند آورده که سر از آورده که خداوند تو را او را امتحان میکنه، که تو را امتحان میکنه که با چه قسم شفقت و نوازش تو دست از دور میگیری. آیا به زبان چوب، به بسیار کلام احترام خوب، با آداب خوب، اخلاق خوب میگیری، یا زی که میگیری که بعضی ها ویدیوها را میبینن در مقابل یک کسی که مشکل اقتصادی داره پیسہ میطلب است، کسی یا در جای ششته یا کسی میگه تو پیسہ را دمی روش میزنه یا دای چیز میزنه، او خود شفقت نفقت نشو، خود محبوبیت نشود. اما انسان خودش هم پیش خود با وجود از اینکه کم آمده و رنج میبره که اونجا ششته و یا نشسته، یا دست به تو دراز میکنه برای یک کمک یا برای مدد، و یکی زمان تو یک حرکت دیگه هم سرش میکنی مندازی، بس او دیگه آزرده میشه در پیش خود. خدایا این چی زندگی را تو به من دادی؟ خدایا من چرا تو بدبخت هستم؟ خدایا چرا من در این تو حالت قرار دارم که دیگران مرا مسخره کنن، دیگران از من تو سوء استفاده کنن، یا دیگران مرا از این نقطه ضعفم، از ضعفم استفاده میکنن برای علی یک چیز. اونموس که بدبختی هزارها چیز در جامعه میشه که امروز داریم، که طالب است، که داعش است، که غاصبین زمین، که زمین است، که قاتلن است، که آدم را بایان است، که فلان است، که بستان است، که هر چی، به خاطر که هر کس رنج دیده. هیچ وقت کسی فکر نکنه که یک کس میاد در فیسبوک میشینه صحیح است، بعضی شاید خوش دارن که غوغا را بسنودن، اما بعضی ها درد دارن، درد دیدن، دردش درک بکن. اما حتما یک چیز از دست داره، او فامیل خود از دست داره، او خانواده خود از دست داره، او پدر شیرین خود از دست داره، او مادر شیرین خود از دست داره، او خواهر شیرین خود از دست داره، یا او امو هموطن، همشهری خود، هم قشلاقی خود، هم ولایتی خود از دست داره که بسیار برش محترم بود، بسیار برش مهربان بود، دلش سرش میسوخت، یک امید داشت، یک دوستی داشت، یک رفاقتی باش داشت، اما امروز در حضورش نیست، از حضورش جدا شده. بیاین که دنیای نفرت دور بکنیم، بیاین که به خاطر دست بلاشن نشینیم که زلمه خلیزاد با ما صلح بیاره، دگرا بر ما صلح بیاره، و ما چک بکنیم که ولا زن توبه نه زولا زلمه خلیزاد کنم نابغه نیست، نه نابغه خود داشتیم، ولی خواله شف نی شفتالو چیز نشه، آدم آزاده نشه، نه نابغه داشتیم. دوم متفکر دنیا جناب دکتر صاحب اشرف غنی، که حالا باز دوستا خود گفت یک روز طرفدارش هست، یک روز چیزی نه، ما چیزی باید حق بگیم، صحیح کار خوب کرد طرفداریش هم میکنیم، کار خوبه که نکرد کوتاهیش هم میگیم. اما امروز سعی کنیم نمی دوم متفکر دنیا نتونست که با مو مغزی که داشت، با مو فکری که داشت، ارمانی که مردمش داشت، آرزویی که از ما برش داشت، سید بعضی ها بعضی چیزا کوتاهی خودش است، غفلت خودش است، و بعضی چیزا برش چالش انداخته شد، اما تو چالش ها در پیشروش آمد که نتونست متاسفانه با مو برنامه، با طرحی که داشت، با ارمانی که داشت پیش ببره. باید کمیشه یک چیز را برد طرفه بگیریم. هیچ وقت من نمیتونم یک کس را بگویم که تو
ناکام شدی، یعنی من اول نمره شدم تو دوم نمره شدی، خلاص گپ دمیج کافیس نی. باید من سوال بکنم که من چرا اول نمره شدم، او چرا دوم نمره شد. من شاید از او کمتر زیادتر درس خوانده باشم، او شاید امروز روز درس خوانده، شاید مشکلات اقتصادی می داشت، یا شاید یک مشکل دیگه می داشت، یا یک فاجعه طبیعی خدایی درش آمده که نتونست همه چیز فراموش کرد و او به او سبب شد که تو اول شد و او دوم شد. هیچ وقت انسان با یک لغت با یک کلمه نگوین خلاص تو اینا تو رستی، اینا تو شدی، من اینا تو رستم، اینا تو شدم. نه، همه چیز از خود یک دلیل داره و خداوند ما را به می دلیل زنده نگه داشته، به دلیل ثروت، به دلیل قدرت، به دلیل امید. اما تو رفتار داره میره، اما چیز در یک لغت خلاص میشد. باور به خدا میکنین که از زمان آدم علیه السلام که پدر با شما هست، تا این زمان در دنیا 5 میلیون انسان هم نمی بود. ما یکی دیگه خودمون تو قرطم تو میخوردیم. ما انسان ها بسیار خطرناک از حیوان ها هستیم. باور به خدا بکنین یگانه چیزی که در دل انسان صله رحم پیدا شده و انسان یک ذره سره میادی که بس خدا، یعنی ایمان آورده عبادت میکنه به خدا و دیگه خداوند صبر داده، انسان با یک امید کلان کرده. والا بیا خدا مهربان است تو میشه، یا فضل میگم خدا مهربان است تو میشه، فردا و تو کار میکنم، پس فردا و تو کار میکنم، توکل به خدا، توکلم بر ازی دای کار خوب است من تو کار کردم میتونم، دو کار خوب است من تو دای دستم را واسه دو دستم. اینا تو ما دنیا را ادامه به خاطر اینکه ما مشغول هستیم امیدا و ارمان ها شدیم. اگر نمی بود ما انسان ها باور بکنه هست بعض حیوان ها کار بدتر هستیم که دیگه خدا خام خواد قرط میکردیم و بعضی ها هم کردیم. خداوند نشانه هایش در دنیا نشان داده، بعض ممالک در دنیا هم دیدیم که انسان وقتی بی مضمون میشه، بی برنامه میشه، بی قدرت میشه، بی احساس میشه، چی دست نیست کو برش نمیزنه، یعنی بدتر از حیوان حمل چیز میکنه، حمله میکنه بالای یک چیز دیگه. و علیکم السلام، سلام برای شما همچنان دیگه دوستان. من بسیار زیاد صحبت شد، بیاین که یک ذره خرسند شویم، بیاین که یک ذره عمیق‌تر فکر کنیم، بیاین که برای همگی سال دست به درا سلامی نزنیم. ولی فلانه کس آمد تابعیت آمریکایی داره، حال دیگه معجزه میکنه خلاص میاره. نی باید هر دو طرف قضیه را ببینیم که یک کس آمد داخل قضیه میشه با چی خاطر آمده، هدفش چی است، برنامه‌اش چی است، ما چی میخواهیم، او چی میخواهد، چرا به این بخش گمانده شده، چرا آل آمده، چرا 5 سال پیش همی کار نشد، چرا 10 سال پیش همی کار نشد، چرا به این کشور میرود، چرا به آن کشور میرود. حق یک چیز را زیر سوال بودن داریم، میتونیم حق ماست که زیر سوال ببریم و بالایش بررسی کنیم، بدون از اینکه خدای ناخواسته توهین، تحقیر، در حریم یک کس داریم، در قوم یک کس داریم، در خانواده یک کس داریم، در فامیل یک کس داریم، دز و دوز و غرز و غرز بردیم. نه اقصه مشکل نشه، ما این را حق داریم، ما حق داریم که پرسان کنیم که از جناب زلمه خلیزاد که خب همین 10 سال پیش همین کار چرا نکردی. من خب حالا میگم این البته نظر شخصیم است، اگر امریکا بخواهد واقعا از همین قلب بخواهن امریکایا با شما جناب زلمه خلیزاد، همون طوری که امریکایا در 20 اکتبر سال 2001 طالبان را در ظرف 48 ساعت از افغانستان نیست و نابودش کرد، اونم تا اینا هم میتونن نمیالم که طالبان را در ظرف 48 ساعت وادارش بسازن راضیشون، به خاطر که آن وقت هم امریکا بر قدرت دنیا بود، حالا ما با قدرت دنیا، آن وقت هم امریکا با پاکستان تماس نزدیک داشت، حالا نداره، حالا هم داره. حالی که امریکایی بانه‌ها را میکنه که مچم طالبایی طرف رفته، صحیح شاید رفته باشه اما تعداد بسیار محدودش رفته باشه، خب باز هم امریکا با قدرت از خود اگر بر قدرت میگه، اگر واقعا پشت ختم جنگ است، میتونه میالم در ظرف 24 ساعت ختم جنگ افغانستان خاموش کنه از نگاه نظامی. و ما براتون سوگند میخورم، قسم میخورم به قرآن پاک عظیم شان که طالبان حاضر میشن به میز مدار، به خاطر که نان آور طالبان دیگر کس است، تهیه کننده طالبان دیگر کس است، حمایت کردن طالبان دیگر از طالبان، توبه نعوذ بالله، از آسمان برشان اسلحه نمیفتد، از آسمان برشان نان نمیه، من و سلوا دیگه نیست، حال زمان بدات پیغمبر نیست که از آسمان بر دینی مخالفینی که بزده ملت میجنگند، زده دولت میجنگند، از آسمان خداوند نیره، خدا یاره اقه دوست داره، نقه اینا با خدا نزدیک هستن که خداوند از بالا برش هست، هم میره و نان هم میره و دلار هم میره، همه چیز میره. نی طالب نانش، خوراکش، لباسش، پوشاکش، اسلحهش، فلانیش، بستانیش، همهش وابسته است با یک کشور. اگر این کشورا می تحمیلات قائم کنن، بسته کنن، خلاص جنگ ختم است در افغانستان. باز مسئله های چوچی که در افغانستان دیگه هر است، مسائل نمیفهمم، بی‌عدالتی و سمت قدرت و در یک جامعه دیدن و دیگه بازی مشکلات ها حل می شود. اما مشکل اصلی را باید ما حل بکنیم این است که اون امی تفنگی که
دیگرها ساختیش، دیگرها جورش کرده، اما ما و تو در بازی شانه خود ماندیم، برای علیه یکی دیگر استفاده میکنیم. این را اول باید ما قادم بود. اینجا باید دو کار صورت بگیرد. اولی که امریکا سر طالبا فشار بیارد، فشار که آوردن دیگه کردن جنگ ختم میشه. بعد دو باید ما فکر بکنیم، ما هم اونا کار خود کنن، ما کار خود کنن. باز ما هم بگردیم که خب همین تفنگ که من سر شانه خود میمانم، چند هم وطنم کشته میشه، چند روز افغانستان اقتصادش پس میره، چند ولایت خراب میشه، چند تجارت توقف میمانه و غیره و غیره. وقت کافه، وقت اجازه نمیده. هزارها مثال براتون داده میتونم که هزارها دلیل انسان میتونه، انسانی که عاقل باشه، انسانی که خداوند مغز سالم داده باشه، اون این چیز را فکر کرده میتونه. وقتی که من داخل یک مغازه میشم، مرا خداوند هم عقل داده که داخل یک مغازه میشم، فکر میکنم که همین جمپر که در جانم است، از اینجا بخرم یا از اینجا بخرم، یا اونجا کار کنم میتونم بخوام. ایران طالبا می کار کرده میتونه، دایش هم می کار کرده میتونه، عطا می کار کرده میتونه، سیاف هم کدا کار. اگر نمیتونن پس اینا دیگه ناقص عقل هستن. خدای نخواسته اینا در مغز خود مشکلات روحی و روانی داره. و همیشه یک چیز دیگه را براتون میگم، با می صحبت های خود خاتمه میتم. بعض دوستا گفت کل زنگ بزن لطفا، زنگم زدن نتونستم، معذرت باشه. صحبت خود را با این ختم کنم و این را براتون بگم که هیچ وقت توقع صلح را از کسی نکنین که خودش در جنگ داخل باشه، جنگ کنه و دیگر او را بگره، او را بگمانه یا او را چیز بته و دفاع بته که تو برو صلح بیار. این پدیده نظامی غلط است که ما نظامی ها میگم نه فلانه کس در فلانه جای بان به خاطری که او در جنگ بوده، او معلومات نظامی داره. نه برادر، کسی که تفنگ به شانه برداشته او همیشه فیر کرده، او به فیر عقیده فیر خود است. او هرگز نمیتونه که صلح بیاره. کسی میتونه که صلح بیاره. ما مطلبم چی است؟ مطلب گفتم ازی است که با طالبا کسی بشینن در شورای عالی صلح، دمی کمیته مشورتی و فلانی و بستانی، امی سیاسیون افغانستان نشینن، این جنگ سالارا نشینن، مردم عام افغانستان بشینن. کسان من و تو واری که از جنگ نفرت داریم، از بی‌عدالتی نفرت داریم، از فقر نفرت داریم، همه این وقت بدبختی ها را ما دیدیم و ما صلح میخوایم، به خاطر که تشنه صلح ماها هستیم، اونا نیستن، اونا تشنه قدرت هستن. این انسان ها را بگمانن که نسام انسانی که واقعا طالب را قناعت بده و طالب را بگه که برادر عزیزم، من از ولایت جاغوری هستم، 17 سال در ولایت در جاغوری در اینی بدبختی قرار بودم، من از ولایت هلمند هستم، 17 سال در اینی بدبختی قرار دارم. سعی کنید این چیز از دست دادیم، اینی اولاد از دست دادیم، اینی پسر از دست دادیم، که تا صله رحمی جانب ما قبول، همیشه تفنگ است، او آماده است، او میخواد که به زور تفنگ تو یا تو را خاموش کنی یا او تو را خاموش کنه. صلح به این رقم نمیه. ما چی میگم؟ ما پروفسور دنیا نیستم، اما الحمدلله خداوند من عقل و مغز برام داده، مطالعه دارم، خواندیم و میفهمم که کیها میتونن دروازه باز و صلح بیان در باز بکنن. صلح را آن مادر میتونه که بیاره، که مادر اب فرزند خود و فرزند خود در جاغوری یا در هلمند یا در پنشیر یا در کابل یا در فرای در ولایت دیگه دست داده که طالب بگه که 7 تا توتی جگر ما دست داریم، این 7 تا توتی جگر انجینر میشد، این دکتر میشد، این مهندس میشد، این سرک را میخساخینی بلدینگ را میساخت، اما تو زری صدای زور خاموش کردی. امروز اینی بعد وقتی سبا اولاد تو میمره، سبا دیگر میرو اینا میتنه متنه تو. بالاخره او کسی که ظالم است، تفنگ بالای سرش است، متوجه میشه و خرسند میشه و آرام میشه و میگه که بالاخره اگر عقل داشته باشه، واقعا اگر خداوند برای صله رحمی داده باشه، او یه چیز میشه. اما کسی که او طرف هم با تفنگ است، از این طرف هم با تفنگ است، تفنگ با تفنگدار میشینه، او صلح نمیه، به خاطر که میگه من زور هستم، اینا تو کریم تو بیا. او میگه که من زور هستم، تفنگ دارم، اینا که مرا حمایت میکنه، بیا. او میگه تو بیا، این میگه ای بیا. اینا ما تو اینا ما تو چرخش کردم میریم دینمی پروسه روان هستیم، صدها سال زایی میشه. افغانستان عده 30 میلیون نفوذت هست که 4 میلیون انسان ما پیدا میتونیم کرده، که از نسل جوان، نسل بزرگ، خانمان، آقایان که واقعا سلجو هستن، صلح را خوش دارن، واقعا میخوان که افغانستان آباد شن، اونا را در کمیته مشورتی صلح بشنن، اونا را در شورای عالی صلح بشنن، که اونا میتونن یک تغییرات را بیارن، اونا میتونن که جانب مقابل قناعت بدن، به خاطر که پیغام از اونا، الفاظ از اونا فقط صلح است. اونا فقط صلح را پیغام میدن. اونا میگه طالب که او طالب جان دینا روز یاد است که ما تو جنگ میکردیم. باز طالب چی میگه؟ خود تو هم جهادی بودی، جمعیت بودی، یاد است که در اونجا چی کار میکردی؟ او ترسی تو هم خوی گناه کردی. اما اگر کسی بی طرف بشینه که ما ملت هستیم، طالب ما را گفته نمیدونه که ما در کدام تنیم. طالب را میگه که تو ما را کشتی، او ما را کشت، کلتان ما را کشتی، ما صلح میخواهیم، ما حاضر هستیم که بیاین بر عبد صلح بکنین، یا عفتان میکنین بذارین که عفه ما هم بکنیم. عفه را تنظیم نکنه، عفه را دولت نکنه، عفه را خارجی ها نکنه، عفه را همون مادره جگر سوختی که اولاد
هفت تا هشت تا اولاد خدا ده اون مادر درباره از این یک شخص مقابل فیصله کنه که قابل عفو است. معذرت میخوام یکم که احساساتی شدم، به خاطر که وقتی از چنین چیزا صحبت میکنیم سوز عمیق‌تر صحبت میکنیم، باز دیگه همون رنج درد را که کل ما دیدیم ما برای از دل که ما ها میخوایم اینا نمیخوایم. برادر عزیزم، خواهر عزیزم، هموطن عزیزم، جگر توتم، نه جمعیت بر ما صلح آورده میتانه، نه از به حرکت بر ما صلح. این کسانی که هر کس از این طرف دولت یا او طرف دولت، به خاطر که دولت اسلحه را به شانه خود مانده که حفاظت از دولت خود کنه، حفاظت از مردم اقوام افغانستان کنه، از اردو البته صحبت نمیکنه، اما وقتی که در یک شورای عالی صلح تو یک کسر امیز علمه خلیلزاد با آمریکایی ها میجنگه، صحیح یک شخص ملکی از نظامی نیست، اما تاریخ بسیار خراب دارد، اما تاریخچه خوب حال ما با آمریکا چیزی گفته نمیتونه، ما آمریکا را نمیتونیم که دیکته کنیم که تو فلاکی را گمان کنی من ای سعیت یا نت کنی، به خاطر که برف ما کش نمیکنه. اما یک چیزی که در افغانستان ما صاحبش هستیم، ما وطن ماست، خانه ماست، او را ما میتونیم. بیاین کبو پدر ری سفید را بذاریم که دینارو در دایکندی هشت تا جگر خود از دست داره. ما مطمئن هستم که به جز از محبت و صمیمیت چیز دیگری از طالب نخواد خواست در مورد مذاکره. و طالب همی خواد گفت که او طالبم، او برادرم، نکنم این ظلم علیه من. اون مادری را بگذاریم که دینروز در هلمند هشت ده خانواده شد پین رفت. اون آروسی را بگذارید که دینروز در شب آروسی که باید با شوهر خانه شوهر برم، شوهرش در هتل آروسی به شهادت رسید، انتحار شد. اون نوجوان را بگذارید که به طرف پنتون در کابل میرفت، در اونجا قتل عام شد، انتحار شد، انفجار شد، دست خود دست داد. اینا میتونن صلح بیاورن، اینا میتونن جالب مقابل را قناعت بدن، اینا میتونن بر اونا بگوین که خواهر عزیزم، برادر عزیزم. و ما مطمئن هستیم اگر ما چنین گامی را برداریم، به خاطر که مردم اینها پشت دلار نمیگردن، اینا فقط یک ارمان دارن، خاموشی اسلحه را دارن، خاموش صدای تفنگ را دارن، خاموش بودن صدای راکت را دارن، خاموش بودن ارمان انتحار انفجار را دارن و میخواین که بر اصحاب آرام در خانه خود بخوابن و جانب مقابل بالاخره اگر مسلمان باشه که مسلمان خود میگرن و هستن بالاخره سلی رحمی، این را ما باید عقیده پیدا کنیم که سلی رحمی. اما او رقمی که اینا به دروازه سال هروان سن هرگز سال هنمه، به خاطر که او از خود میخواه، ای از خود میخواه، ای بقیه خود میبینه، او بقیه خود میبینه، او میگه که من زور هستم، ای میگه که من زور هستم، ایش میگه که ما به زور امریکا آمدیم و حکومت میکنم، امریکا پشت سرم از فلانی پشت سرم از اویش هم میگه که پشت سرم چل تا کشور دیگه است که بر من حمایت میکنه. هرگز ما در یک چارایی که چاره‌ای کلان از همون چاره‌ای چرخش کرده میریم، از اگزت که یک چاره‌ای شش اگزت داره، از یک اگزتش عبور نمی‌کنیم، خروج نمی‌کنیم، اما تا دور خورده میریم در این چاره‌ای. اگر ما همین ملت افغانستان بگذاریم برای قضیه که در این را باشه صحیح دولت در سهم بشینه، من نمیگم دولت نماینده خدا داشته باشه، سیاسی نماینده خدا داشته باشه، اما ملت در رأس باید با طالبا باشه، به خاطر که ملت یگانه کسی است که حل هست، حل سلاس، ملت بی‌طرف است، ملت نه در قصه اشرف غنی است، نه در قصه دیگه است، ملت تنها میخواد که جنگ خاموش شوه، قانون عملی شوه و بالاخره انتخابات عادلانه شوه و در اینجا جنگ نباشه. خوشونه وقتی که جنگ خاموش شد، بعدن باز میتونیم سر نظام صحبت کنیم، بعدن باز میتونیم سر طرح حکومت صحبت کنیم که چی نوا حکومت داشته باشیم، پارلمانی بر ما خوبتر است. بیاین که بشینیم، بیاین که گفتمان کنیم، بیاین که با همه یک دیگر صحبت داشته باشیم، بلیاز و خدا، بلیاز و قرآن، نکنین که این کشور 40 سال است که در آتش در میگیرد. و از آن هموطنانی که امروز برآمدن، شما هم یک ذره لطف و مهربانی بکنید، بلیاز و خدا، به خاطر یک لواطتکار مظاهره نکنین، به خاطر یک غاصب مظاهره نکنین، رهاییش مظاهره نکنین، بذارین که آدمای راستی را حمایت بکنین. اما کسی که، اما فردی که در ولایتت واقعا دلش بر تو میسوزه، دلت بر ولایتت میسوزه، دلش بر امی بمی زندگی روزمره تو میسوزه، آن کس را حمایت بکن، با قیمت جانت از او حمایت بکن که او بر یک جای برسه و او آواز تو را بلند کنه. اما همیشه به خاطر زندگی دروزه یا قدرت دروزه بیاین از کسی استفاده نکنیم، والا بگیم ما پشت زلمی استاد بشیم، به خاطر که نمیه میال زور است، این تفنگ داره سیس بهش دون شک تفنگ داره زور است، هم زور بر همیشه نمیتونه بوده باشه. اگر طرف زور بریم، طرف به یک چیز بریم، در حوض و در غربت تا روز قیامت اینمی بدبختی خواهد بود. و ببرتون وعده میتم که در روز قیامت خداوند خواد از ما روی گشتان نخواهد، ما شاید در آخرین صف در روز حشر خواد بودیم که به خاطر خداوند گفته که شما آدمو امتای بودین و غلامای ما بودین که یک چیز فرمان ما را شما را از ما را شما در در وطن خودمو جغرافیایی که زندگی میکردین او را عملی نکردین، او را پیاده نکردین و گوش نگرفتین و توبه نعوذ بالله از خود فرعونان زمین ساختیم
که بس فرعونیان برین برین در سطح فرعون استاد شوین که امو جزایی که به فرعون تعیین شده امو جزا را اینال ما به هم به شما بتم به خاطری که شما این کار از صحبت ما کردین. خود در قرآن عظیم شان از اگر هزارها بار نبوده باشه صدها بار کلمه صلح گفته، گفته صلح امن 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 صلح 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 اسلام صلح است. باز هزارها بار درباره محبت یک آیه را بخونم یا آیه دراز قرآن دمشانه که بخوی خداوند بسیار محبت است، همه چیزهای مثبت 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 صرف دم یک جبهه خداوند یک جدی میشه میگه اگر این تو کار نکنین ما برای شما اینی جزا رو میتم. اما 99% از تکلم صحبت میکنه، از محبت صحبت میکنه، از زیبایی خود صحبت میکنه، از قدرت خود صحبت میکنه و خوشخبری برات میده که این برات داده میشه، آن برات داده میشه، این رقم خلقت کردیم، آن رقم خلقت کردیم، این رای آسانش هست، اون رای اوترش هست، اون رای اوترش هست. همه ما انسان ها همه چیز ما را در کره دنیا برعکس ساختیم. خود ما زندگی را برای خود حرام ساختیم. این زندگی را برای ما خداوند حرام نساخته در باستان. ما برای خود حرام ساختیمش. ما برای خود دوزخ ساختیمش. خداوند از بالا نازل نکرده که ما هر روز جنگ بکنیم. خداوند برای ما وحی ارائه نمیکنه که هر روز ما هزاره را بکشیم. برادر ازبک خدا بکشیم، برادر پشتون خدا بکشیم، انتحار بکنیم، انفجار بکنیم. نکرده این کار را. بس بذاریم بیاین که توبه نعوذ بالله در هر کار اسلام را مقصر ندانیم. خدا را مقصر نداریم. خدا مهربان است، خدا غفور است، خدا رحیم است، خدا صلح جوز، خدا صلح میخواهد، خدا محبت میخواهد، خدا تفرقه توبه نعوذ بالله نمیخواهد، خدا جنگ را نمیخواهد، خدا بیعدالتی را نمیخواهد، خدا بیعدالتی را نمیخواهد. این را این بعض برادران میگه والله امروز که دولت افغانستان در قدرت است به خاطر خدا شاید اما تو بخوینی خدا او را دمو قدرتش هم تو در غضب گرفتار کرده و ما ملت بدبخت بیچاره را دنیم توی غضب گرفتار کرده به خاطر که ما فرار کردیم از اصل چیز پیغام خدا که اون کلمه صلح است. وقتی که صبح از خواب بلند میشیم ما باید با صلح بلند شیم، چای صبح خود را باید با صلح بگوییم، دان خود را باید با صلح باد بکنیم، حرکت دست خود را باید با صلح بکنیم. هیچ وقت هیچ عصه بدن خود را یا دان خود را یا چشم خود را یا گوش خود را که خداوند برای ما چیز داده برای خشونت استفاده نکنیم به خاطر که خداوند برای خشونت نساخته این بدن ما تو را، این زبان ما تو را، این عقل ما تو را، این چشم ما تو را، این گوش ما، همه چیز خداوند برای محبت ساخته، برای کار خوب ساخته. ما بازم برادران اینجا مسیج ها میان دیگه میان در مسیجر میگه که همین الان برام پرایوات مسیج کرد بالا اومده مرا میگه نامش نه میگه میگه برادر عزیز سرت به درد میکنی 13 نفر برات ششته برو نان چاشت بخو. برادر عزیزم تشکر از اینکه غم شریکی کردی دل سوختاندی. ما هم لایف اومدیم که اینجا برام ما 2000 نفر بشینه. ما لایف اومدم که پیغام خدا بر اینجا برسانم. ما اینجا یک نفرم نمی بودم یک ساعت صحبت خدا میکردم تک مرا پچخ میکردم آپلودش میکردم بدن یک مسلمان خط پیدا میشد که بازی صحبت ما گوش میگه. برادر عزیزم تشکر از این غم شریکی کردم. اما من فکر میکنم که از دان خوردن چاشتم این بسیار مهم است، این بسیار مهم است، این صحبت برای من مهم است. از نان چاش خوردن، نان چاش خوردن پس کردم میتونم، اما چیزی که در ذهن من بور کرد در زمان جریان کار که زلمه خلیزاد پشتازی است لازم دانستم که اینجا بیایم با شما عزیزانی را شریک بسازم. نان خوردن برای من برام اینجا یک نفرم نشینم صحبت خدا میکنم آپلودش میکنم به خاطر که این ایمان دارم مسلمان هستم که بعدن یک انسانی را مشنوه و او را شیر میکنه و او را این پیغام را با دیگرا برسونه. ما هرگز بعد از این پای دین اومدیم که اینجا منتظر باشیم که بعضی ها لایف میکنه میگه 1000 نفر نشه صحبت خدا شروع نمیکنیم، ما چم 10000 کامنت نگیریم چی خدا شروع نمیکنیم. نه 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 برادر، ما شرط و قید در لایف خود ندارم. ما اینجا نمیشینم که با اول باید منتظر باشم که 30 نفر باشه 10000 نفر باشه یا 1000 نفر باشه، با چند نفر لایک روی کنه، با چند نفر بگه کوا و مقبول هستی، خوب هستی، جان شم قربان شم، باز ما دیگه ایده احساسات بهم دیگه بهم با صحبت خودش شروع بکنم. نه من یک بنده عاجز هستم، انسان عاجز هستم، تشکر جهان و سپاس از غم شریکی خود. اما بیا مرا حمایت کن، مرا کم دل نکن، مرا مایوس نکن. بیا بگو که برادر عزیزم شکر خداست که 14 نفر برای ششتین 14 نفر گوش میگیره، همین 14 نفر هم که یک جا برسه کار خوب است. اما برعکس کنین ما اینقدر انسانای بزدل هستیم و اینقدر همیشه منفیگری کوشش داریم که یک کس دیگر را منفی بکنیم و سر ما تاثیر هم نداره. ما خود گفتیم ما خود یک ما به نام حبیب دیوانه مشهور هستم، حبیب فضلی دیوانه مرا میگن ویدا لیوانه ایده لیوانه به این خاطر میگن میگه که همیشه می یک ساعت صحبت میکنه ده نفر بلند نمیکنه و چی میکنه و یا دو ساعت صحبت میکنه و ده نفر هم برش نمیشینه و شش لایک هم نمیگیره و چهار کامنت هم نمیگیره. و من از قبل میگم گفتم برادر عزیز صحیح مرد ما دیوانه
ما که به خاطر افغانستان می جنگم مرا دیوانه بگوین، ما که به خاطر صدا بلند کردن از نفوذ ملت مظلوم خود میکنم مرا دیوانه بگوین، مرا دیوانه و ما دیوانه وطن خود هستم، ما دیوانه مردم خود هستم، ما دیوانه صلح هستم، ما دیوانه ترقی و پیشرفت کشور عزیز افغانستان هستم. مرا دیوانه بگوین، مرا فاشیست بگوین، مرا ناسیونالیست بگوین، هر چیز که بدارتون میان بگوین. خدا یار و مددگارتان، دهن شما را ما بسته کرده نمیتونم، صرف الله برای شما هدایت کرده میتونم، صرف الله شما را میتونه که برای راست بیاره. ما چیزی گفته نمیتونم، من بار میگم تکرار میکنم، با می صحبت آخرین مدرد باشه که صحبت زیاد شد. منیجر ما مسیج رایی کرد که کجا شدی، بخیال یک تا زیاد شد، ما باید پس سر کار برم. اما یک چیز ببینیم که ما به قید و شرط اینجا نامدیم، ما هیچ وقت اینجا نامدیم نگفتیم. ما وقتی که در شروع برنامه میگم که ویدیو را شیر کنین، دوستانی که هست کمون کسانی که اینجا هستن اونا را میگم شیر بکنین که تا دیگاه هم آگاهی شوا. اما هیچ وقتی قید و شرط نماندیم که تا 1000 نفر اینجا نشینه با لایف خودا شروع نمیکنم. من ایفم یا فلانه نفر ایره ده فلانه پیج شیر نکنه، ما لایف خودا شروع نمیکنم، یا صحبت خودا نمیکنم، یا اینقدر کامنت نمیکنم. هستن با خدا ما دیدیم نمی دوستان نزدیکم هستن، میفهمین لایف که میکنن، میگن میگه ده لایفم بیا نوشتکو که آفرین شاباش قربان شوم جاردشم فلان دشم. ما براش میگم که چرا نوشتک کنم، تو خو اول صحبت بگو که ما بفهم تو درباره چی میگی، تو درباره خیر صحبت میکنی یا درباره شر، که پیش از این ما برات نشته کنم جانت شوم قربانت شوم صدقیت شوم فلان شوم. نه، تو صحبت شروع کن، ما تحلیل میکنم، ارزیابی میکنم که صحبت خوب کردی، شیرت میکنم، صحبت منفی کردی کار کرد ندارم. اما بعدا با شخصا در رسانه بیابت نمیکنم، در فیسبوک شخصا برات تلفن میزنم که اینی صحبتت به نفع ملت نبود، اینی صحبتت به طرف ما را به آبادی نمیبره، ما را به سوکالی نمیبره. لطفا از این خودداری کن نگه، شما هم آزرده نشین. بعضی دوستایی که اینجا مسج میکنن اصلا بر جانب مقابل جواب ندین، به خاطر اینکه بعضی هستن انسانایی که عاجز هستن، عاجزی دارن، بیچاره مشکل دارن، مشکلات هزار دارن. این افغانستان بدبختی ها پر از گمش کو، صدها مشکل در افغانستان، صدها بدبختی، بدبختی فقر است، بدبختی بی عدالتی است، بدبختی بیکاری است، بدبختی جنگ است. ذهن هیچ کس آرام نیست، من هیچ کس هم علامت هم نمیکنم، همین بعضی ها چون که ذهن ما آرام نیست، از هر طرف ما نارام هستیم، دمی صحبت کردن ما نارام هستیم، دمی خواب کردن ما نارام هستیم، دمی رفتار ما نارام هستیم، دمی کار ما نارام هستیم، دمی هر چیز ما نارامی است، نمیتونیم که مثل دیگر آواری آرام صحبت کنیم. همیالا خدا من چقدر چون که نارام هستم، خدا میدانه دمی یک ساعت من چقدر چیزا گفته باشم که نباید میگفتم، یا چقدر الفاظ حتما انسان هستم اشتباه کردیم، یک چیزی خود گفته باشم، تلفظش غلط کرده باشم دیگه، شاید چون که ذهن آرام نباشه ای اصلا این معنا نمیده که ما باید خاموش بشینیم. یک چیز براتون میگم، حداقل وقتی که ما در روز قیامت پیش خدا میرم، ما پیش خدا ایره میفهم که اینقدر ایمان دارم که پیش خدا شرمنده نمیباشم، ما پیش خدا کلیم انشالله که خم نمیباشم، میگم خداوند متعال من عیب نداشتم، ما تنظیم نداشتم، بسته ولایت نبود، اما یک چیز بود به نام فیسبوک. فیسبوک جور شده بود، رایگان بود، اونمو را دانمو جهنم قطوان بود که از طریق دانم صدای ما آواز ما کشیدم، علی ظلم علی ستم صحبت کردم و مردم را بر دوستی بر عدالت، چیزی که تو بر ما وظیفه دادی در قرآن عظیمشان، چیزی که پیغمبر تو بر ما وظیفه داده که از دو انجام تو مورا کردیم تا حد توان خود. من نمیگم که من اینجا فلسفه هستم، من نمیگم که من بهترین مسلمان هستم، من آمدیم اینجا نمیگم که کل ما خطاست، ما کل ما خطایی داریم، به خاطر سفارش اینجا کسی باید لایف جور نکنه که تو خوب هستی و ما بد هستم، تو مسلمان خوب هستی من کافر خوب هستم، تو فلانی خوب هستی این که خوب هستیم و بد هستیم، این را بر روز قیامت بر الله میمانیم. اما بیاین که دهن ما را، دهنی که واز میکنیم، همی قیافه ما را تعیین نکنه که ما کیستیم، رفتار ما را، رفتاری که میکنیم، کرداری که میکنیم، صحبتی که میکنیم، این سرنوشت ما را تعیین کنه که ما چطور انسان هستیم، چی خصلت‌ها داریم، چی کردارا داریم و به خاطر چی میتپیم و به خاطر چی میجنگیم. و شما هم آزرده نشین، ناراحت نشین، بذارین، برای ما مهم نیست. ما این همینجا فقط و فقط به خاطر رضایت خدا، به خاطر که دلم به این ملت میسوز آمدیم، برای ما مهم نیست که یک نفر بشینه اینجا، مهم نیست که ده خوش میشم، اگر 10000 نفر بشینه باز آگاه خوش میشم که این الحمدلله 10000 نفر در افغانستان صلح را قبول دارد، 10000 نفر در افغانستان محبت را قبول دارد، 10000 نفر در افغانستان انسانیت را قبول دارد، 10000 نفر در افغانستان کارای مثبت را قبول دارد. خوش میشم با شرطی که با چیز مثبت باشه، اگر 20 نفر هم باشه دیگه خوش میشم که خداوند شکر 20 نفر این میال پیغام صلح را خوش دارد، 20 نفر پیغام محبت را خوش دارد، 20 نفر پیغام خبر مثبت را خوش دارد. بیاین که با یکی دیگه خوش خبری بتیم. ما کل ما خطا هستیم، کل ما اشتباهات داریم، هیچ کدام ما اگر خطا نه پدر ما خطا کرد که از جنت
خداوند یه چیزش کرد و 900 سال در روبرو خداوند سجده کرد و معذرت خواست که پدر ما خطا کرده، ما رو خداوند به خطا پیدا کرده، خطای خدای ناخواسته که ولی سرچپه ترجمهش نکنه. این نیست که تفنگ در سر شانه بانیم و قتل عامون بکنیم، این خطای کوچک اشتباهات که از ما میشه. خدای ناخواسته خوشنود کرد که ولی باز دیگه یک فدوای دیگه جور نکنیم که پشت ما باز بگوین که ولی بی فدا داد که انسان از خطا دیگه هر چی که دل ما شد باید بکنیم به خاطر خطا استیم. نه، در این زمان خطا خداوند حق ما برام داده واسه حق سالم خودم استفاده بکنیم. اما مطلب ما بود که ما اگر خالی از خطا می بودیم و مون جنت با آدم علیه السلام حالی می بودیم، اون خلاص بچهش می بودیم، اولادش می بودیم، فامیل اونم تو کلان شده می رفت که تا امروز بین 6 بیلیون یا 7 بیلیون نفوذ انسان رسیده. اما اون خطا کرد به زمین برای یک مدتی که خداوند ما را امتحان بکنه، آزمایش بکنه، بیاین که از بهترین های انسان باشیم. به خاطر شهرت نه، به خاطر نمایش نه، به خاطر ثروت نه، به خاطر نشان دادن، صرف به خاطر رضا کردن الله و به اصلاح کردن جامعه کار خیر مقدم کنیم، گام خوبی را برداریم، به نفع ملت برداریم. به هر صورت مسیج دومی آمد. دوستان صحبت بسیار زیاد شد، اگر خطا گفتیم امروز، اگر اشتباه گفتیم به بزرگیتون مرا ببخشین. اگر خدای ناخواسته در باری دین مبین اسلام کنم چیز خطا خورده، خیر است اسلام کنین، یا مسنجر برام کامنت بدین چک کنین که اینجا چیز کردین که من اصلاح کنم. اما از اون سو استفاده باز نکنین که خدای ناخواسته ویدیو را کات کنین، در صفحات دشمنا بسازین که این آمد که کسی خود فلسفه اسلام میگه مسلمان میگه اینی کار کدینی صحبت کرد. دیگه خداوند مرام ببخشه، خداوند شما عزیزارم ببخشه. بیاین که بر محبت کار کنیم. ما ویدیو را با دوستان عزیزانتون با دیگران شیر بسازین اگر لازم دانستین. اگر شیرم نکردین خانیتون هم آباد، همچنان اگر شیر کنین بهتر است که تا چون که صحبت مثبت کردیم، صحبت سلوجویی کردیم که به دیگر عزیزان دوستانی که در دوردست هستن برسن، از این بحث آگاهی پیدا کنه و بالاخره دست به دست شویم، دست به هم شویم، یک راه حل را که مطمئن هستم که پیدا میشه. چون که باعث مسلمان خداوند گفته پشت هر تاریکی یک روشنی است. این فلسفه بی معنا نیست، یعنی هر چقدر که تونل طولانی باشه، تاریک باشه، بالاخره روشنی دهش می آید. و این مطلب آمدید که صلح آمده نیست، صلح همه آید. اما صلح چه رقمی، چی چور، با چی ترتیب، او در دست منتون است که او صلح ما چه رقمی برقرار میکنیم و چه رقمی او را میاریم و با چه رقم با او آبرو و عزت میتیم. جایی که شب از شبتان خوش، جایی که روز از روزتان خوش. تا ویدیوی بعدی همه شما را با خداوند و یکتا و همتا میسپارم. طول و تسلمون و نیکی هیلی پا آخر که از الیبیت و طول دوستان دستاست کل پیغامان و مسجون امشالله پستا بای او ایم پا کار نچه خلاشم دیرم شاید سوال بم کردی چهی بم دو متوجه شوینیم و درگی ما او بخی و چیرتم چشپا دشپام بخیر، چیرتم چه ورز دورز بخیر. تراتون که ویدیو پوری تاست طول بخون که سپیزیلی اللہ تسپارم خدایم خوشحال و کامیاب و سرفراز لره او خدایم ده هر بلا و آفت نه آفت نو، مصیبت نو، رزالت نمو ساته. همیشه د صلح پیغام اغه کلی، همیشه د محبت پیغام وکړي، همیشه د خلین د مثبت خبرې یو بل انسان ته نه رکیدنه. باز زای کی چې ضرورت شو تون هم غږیږي، اما په چوکات کې، اما په اخلاق کې، په ادب کې. اغه هم به سبب دیدی نشي خدای نه خواسته چې د تون د خبرو نه یا تون د आवाज جګول نه سبب د خوشینت دی انسان شي، اذیت دی. جامع صرف اصلاحات د پاره چې اصلاحات راشي، تغییرات پکې راشي، دغه استفاده وکړي. خو ایس وخت داسې شی مکوي خدای نه خواسته که ستاسي خوله ده، که ژبه ده، که لاس ده، که شی ده، چې هغه سبب د خوشینت د یو بل چا د انسان د ځان اخیستل وګرځي، یا یو جامعې ته زیار ورسوي، یا یو جامعه خرابه کړي، یا یو سړک خراب شي، یا یو دکان خراب شي، یا یو کور وغیره وغیره نور چی خراب شي. نو تاسې ټول عزیزان ته سپارم، تو از خود کار و بار نداری. صحیح من نه ندارم، ما بیکار هستم برادر عزیزم. جواب ته بتم همینجا یک برادر عزیزم از بسیار لطف میکنه، همیشه خرج وقت ضایع میکنه، میگه تو از خود کاروبار نداری، پامیر جوت است، پامیر دریشی نظامی هم در سرش است، پروفایلش نوشته کرده تو از خود کار و بار نداری. نه والا بیکار هستم، اگه کدام کار و بار برم پیدا کنی لطف کنی در مسنجرم یک کار پیدا کنی که کار کنم. دیگه چی بگویم؟ خب به هر صورت دوستان خیر اخیل کنم. اینم هم بدبختی مشکلی نوید، گفتم که ذهن ما آرام نیست، میشینه میایم حتما امیال آمد، تا می یک ساعت گم بود ولی آمد و خلاص اردابیش نمی بود که ما بیکار مانده بیکار. خب هر صورت نه فرقی نداره، مهم نیست. جایی که شب از شبتان خوش، جایی که روز از روزتان خوش، چیتم چش پدش پام بخیر، چیتم چورز ورس بخیر. تاسی طول بخون که اللہ تراتین که خبروانو تاسی طول بخون که اللہ تفرم. السلام علیکم و رحمت الله و برحمت الله.